سلام، مخلص همه شما موشکاف هستم. عرض کنم حضورتون که دور سوم مذاکرات در راه و جا داره. یه نگاهی به دستاوردهای مذاکرات قبلی، اونم از زبان پشم و شیشه ولایت بندازی. اتحادیه اروپا در آستانه دوره جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به اضافه یک در اقدامی غیرمنتظره با نقض رأی دادگاه اروپا به ادامه برخی تحریم‌ها علیه بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی رأی داد. برخی کارشناسان این اقدام اتحادیه اروپا را واکنشی منفعلانه در برابر تحرکات دیپلماتیک ایران و روند کنونی مذاکرات می‌دانند. بگی منو. احتمالاً منظور اون برخی کارشناسان از تحرکات دیپلماتیک سیدعلی همون سینه‌خیز رفتنش سمت میز مذاکره بوده. حالا این دستاوردو داشته باشید تا یه سر بریم قم ببینیم این گراز نمره موقت خامنه‌ای از چی داره میسوزه. شما خوب ملاحظه کنید، در همون شرایطی که تیم مذاکره کننده ما با اونها داشت مذاکره میکرد، کنگره آمریکا داشت برنامه ریزی میکرد برای اعلام تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی. چه شکلی میشود به این مجموعه اعتماد کرد؟ در همون شرایط رئیس جمهور آمریکا اوباما اعلام میکند مقصود ما از مذاکرات لغو تحریم ها نیست. ما نمیدونیم با چی طرفیم، چه کار میخوان بکنن؟ بله، اینطور که پیداست اوزما بدجوری خورده به خنس. وقتی کوزه مذاکره رو سر ولی فقی میشکنه، اون وقتی که صدای نقنق چی بود چی بود من نبودم از یمین و یسار اوزما بلند میشه، شربت مداری میناله که مقامات آمریکایی در آستانه مذاکرات بعدی که قرار است 29 آبان ماه جاری در ژنو از سر گرفته شود اعلام کردند در مقابل امتیازاتی که از ایران انتظار دارند تقریبا هیچ امتیازی نخواهند داد. اوباما به کنگره این کشور اطمینان داد تحریم هایی که برداشته می شود بسیار ناچیز است. از اون طرفم کوسه تقصیر رو به گردن نوچه‌های سیدعلی میندازه و اعتراف میکنه که تو این وضعیت 8-7 دیگه واسه ظریف پرچونم نایی نمونده که تو مذاکرات این چونه رو به جنبونه. اکنون به مدد سیاست‌های افراطیون اصولگرا اقتصاد کشور در چنان اضطراری گرفتار آمده که قدرت چانه‌زنی تیم دیپلماسی روحانی نیز محدود شده است. بله، اینجاست که داد سیدعلی از حلق نمایندش تو قم بلند میشه و رو به اکبر کوسه میگه من به عزیزانی عرض میکنم، به بزرگوارانی عرض میکنم که گاهی دل میبندن به اونور مرزها، من عرض میکنم به جای دل بستن به اونور مرزها به رهبری رهبر فرزانه انقلابمون مقام معظم رهبری دل ببندید. این دل بستن پیروزی میآورد نه اون دل بستن. بابا آخه به کجای سیدعلی دل ببندن؟ به جسم ناقصه، به ریش و پشم ریختش، به منقل خاکستر شدش، یا به باکور کجه؟ تو که گفتی طرف حسابا رو نمیشناسی، به آمریکا هم بدبینی. خب بگو ببینم، پس این تیم مذاکره کننده تون چه غلطی میخوان بکنن؟ بار دیگر به صحنه مذاکرات خواهند رفت. این بار ما حسن ظن غربی ها را و به خصوص آمریکایی ها را خواهیم دید. ملت ما به آمریکا اعتماد ندارد. آخه اگه اعتماد نداری پس چرا میخوای بری مذاکره؟ مرض چیه آخه تو؟ ما خواهان لغو تمام تحریم های ظالمانه دشمن هستیم. آها،
خب اینو زودتر بالا می آوردی، همینو بگو. حزمایی که یه روز قمپوز در می کرد که تحریما یه فرصته، حالا تو سال حماسه اقتصادی از زور تحریما دمرو شده و افتاده به دیپلماسی فلاکر. سید علی آش زهر خالته، بخوری پاته نخوری پاته. موسیقی